سیگما چیست؟ بخوام کامل در بهتون توضیح بدم. دارین نگاه میکنین همین الان به یه شخص سیگما. سیگما اون چیزی نیستش که میگن شما نباید به جنس مخالف اهمیتی بدین، بعد بی احترامی کنین بهش. اینا نیست. سیگما خیلی فراتر از این چیزا سریه. کلا ناز سرین لیسی و اینا نباید بکنم سیگما. ولی در اصل سیگما بودن خیلی خوبه. بیشتر لاین گنگی مطمئنم بیشترشون سیگما هست. داریم لذت میبریم قشنگ. همه چی فراهمه، همه چی فراهمه، نیازی به کسی نداریم. اینا هستن. کیو مرس هستی؟ همه چی فراهمه، نیازی به کسی نداریم، نیازی به شخص خاصی نداریم که بخوایم خودمونو بالا ببریم یا اونو بالا ببریم. نیازی به هیچ کسی ندارن سیگما. خودشون هستن و ایده های خودش. البته اینا که زندن. و من اگر صحبت بکنم بهشون دوباره ثابت بشه. عزیز من، آقا من خنده میگه. اینا هستن. سیگما بودن به چیز بدی نیست. خیلی میتونه خوب باشه. در صورتی که درست ازش استفاده کنین سیتا. پس فکر نکنین که سیگما کسایی هن که مثل فمینیست هم میخوان اهمیت ندن به جنس مخالف. اینجوری نیست. در صورتی این اتفاق میفته برای سیگما که میتونن این کار رو انجام بدن، اونم در صورتیه که یه دختری مثلا بیاد داده یه توهینی یه تیکه ای چیزی بنده، بعد اون سیگما جوابشو بده. شیم تو کس مادر کونی. آره سید، منطقی هست. منطقی سیگما باید منطق خالشون باشه. الکی نباید کسی رو بدنام کنن، علکی نباید به یکی حمله کنه. این یه شیر، مگه اینکه طرف واقعا دایوس باشه. در اون صورت میشه جنگی. حالا فعلا نیازی نیست بخوام آموزش سیگما بودن بدم، چون خودتون هم خیلی چیزا ممکنه بلد باشین. تو کامنت ها بگین قانونی اگه دارین توی کاراتون، قانونای سیگما توی کامنت ها بگین. حالا بعدها شاید یه ویدیو درباره قوانین سیگما گذاشتم. قدیما فقط یه سیگما تو ایران وجود داشت. کی بود این سیگما؟ ببینید قضیه دوستفنده ها. وقتی که طرف بهتون توهین نکرده شما توهین نمی کنی. در اصل اون دختره بهش توهین کرد. دیدی؟ به علی صادقی توهین کرد، گفتش که من خوردی اون دیگه ببخش قضیه دوستفنده ها. ولی سیگماه جوابشو داد. ببخش بیا. این میشه سیگما بودن. بعدی وقتی یه سیگما بیاد الکی بدون هیچ حرفی یه فوشی رو بکشه، یه توهینی بکنه، اون سیگما نیست. بچه حالا توی این ویدیو ما میخواییم سیگماهای خنده‌دار رو بدیم. ببینیم آیا همه ممکنه سیگما بشن یا سیگماهای سمی هم داریم. بیش از این دیگه طولانیش نمی کنیم. Let's go. مثلا یه سیگماهای سمی بخواییم ما هم بریم ببینیم. این بچه اوبه. ببینید این از اونهاییه که تو مدرسه ردیف جلو می نشسته و همیشه هم انگشتش می کرده. اما الان یه سیگما فقط به گوشش رسیده. ببینیم معلوم نیست یک می خواد یا سکته کرده که اینجوری فکش علکی کج بکنه. اون پایینیه، نه اون بالاییه. اون پایینیه یه خوره بامزه است. با یه سری ویدیوهاشو دیدم حالت فاندر، ولی این دیگه خیلی خودش سیگما میدونه. بیشتر کلیپش با کت شلوار رو داره میگه که آره بعد سیگما. یه جورایی میخوایم سیگما رو قدرتمندتر کنیم. مثلا از این کارا نکنیم، به اینکه آره من سیگما پس حتما بعد کت شلوار بپوشم، ریشو بزنم، لوپا با یه کج کول کنم. یه سیگما دیگه بریم ببینیم. سیگما پورنگ. کجا میاد این اصطلاحات؟ مسجای حسابی برای خودشون پسوند و پیشوند و هر چی بگی از اینا برمیاد. اما یه سیگمای واقعی الان اینجوری بکنم. اما پورک واقعا حقیقت رو بخوایم بگیم یه سیگمای واقعی. یه سیگمای واقعی هیچ وقت الکی ناز سرین لیسی نمیکنه برای 250 گرم یا 300 گرم ناز سرین. مثلا همین اما پورک خاله شادونه بهش ناز سرین نده، به جاش میره تقه یکی دیگر رو میندازه، تقه امیر محمد رو میندازه مثلا. نه دیگه این میشه یه ما. ولی از حق نگذاریم، اما پورنگ یه سیگمای واقعی. همیشه دقت کردی دیگه وقتی یکی اذیتش میکنه جوابشو میده، باشگاه میره، به خودش میرسه، به صورتش معلومه میرسه، همچنان صاف و جاودانه. ببین عزیزم، به صورت من یه دونه چروک نیست، معلوم 50 سالم. الان سرین تو سیگمایی؟ بله عزیزم. پس اون فیلمای چون دادن تو من از کجا دیدم بس؟ شما از خودتون خجالت نمیکشید؟ غیرت و شخصیت ندارید؟ بابا بیا برام پند
لجنده. اگه میبینی توپولم، چون من یک نفر نیستم، من سه نفرم، خودم، غرورم، اون روی سگم. سیگما بود، سیگما. بریم بعدی. در این حد پسر خوبیم که دختره به هم گفت خونمون خالیه، منم بهش گفتم و بریده شکاره تو بریده جا. این بابای کدومتون بود سر پیری یادش افتاد و سیگما بشه؟ به من استارلینک بدهید لطفا. سید تو اگه نمیری خونه خالی به خاطر سیگما بودنت نیست، از ترس خونه در کس نگم که یه وقت زن نسان کمین نکرده باشه چونمونتو پاره کنه. نام پدر مادرت چیست؟ برای شما چه فرقی میکند بان؟ بیابان گردی و پیشینه گوسفند چرا؟ توهینه این گفتن نداره. کسی از شما نظر خواست؟ سیگما بودی، سیگما بود. واقعا کسی بگه تو نظر خواست که پریدی وسط؟ اون خودش کلفت زلیخا بود. پوتیفارم ولی بخوایم منطقی باشیم سیگما نبوده، حرفش ولی سیگما وار بود. اون وقت خدا زده بود، یه روز حواس کمکنک بازی کرد، گفت بریم بازار برده فروش ها یه بچه سفید مفید پیدا کنیم. گاهی وقتا مثلا، حالا ادامه شو نمیگم، چند سال بعد ولی فهمید زنش میخواد به یوسف بده. سیگما نیست، خدا هم نداره، زلیخاه یه خورده بچ مچ بود. من میخوام سیگما باشم. چی میخوای باشی؟ سیگما. منطقی هست به نظرتون؟ توی هم یه جورایی بخوایم بگیم با منطق باشیم پربادم میشه سیگما نه؟ یه جورایی تنهایی بی تی اس گوش میکنه، تنهایی با خود تنهایی خودش لذت ببره. ولی یه ها ممکنه بهش فشار بیا تجاوز کنه مثلا به یکی. این سیگما نیست، این متجاوزی. تو هم به نظر من فرق یه خوره بر رو خودت کار کنی. یعنی من اشتارنیک بخواب تو الان باید کاهو ماهو بخوای، کاهو آواکادو بخوای، نه استارلینک. استارلینک حالا فعلا نرسید. بریم بعدی. وقتی طبق بالایی آتئیسته. از این کارا نکنیم، طبقه بالایی هم خوب بلده در تو سرویس کنه. اونم میتونه خیلی کارا بکنه، طبقه بالاست، پارتی میتونه بگیره، میتونه با کفش پاشنه بلند بیاد راه بره هر شب بره رو مختون. ولی اگه طبقه بالا این طبقه پایینیتون آتئیسته، میتونی همچین کاری کنی. حتی مثلا میتونین برین ازش رو سیب زبونی یا پیاز قرض کنین از آتئیستا، و موقعی هم که بهتون داد در جواب بهشون میگین که قبول باشه برای نظر امام حسین میخواستم. البته من خودم تو این فضا نیستم، میشه به همون انسانیت اینا اعتقاد دارم. ماخسکه سید، ماخسکه کلامش از ماه و خورشید و ستارگان و کهکشان ها و هستی گرفته شده. ماخسکه سید بدی دارکی ها و من میگن یوری بویکا، یوری بویکا کسی که نبوده و نخواهیم نیست، برو گم شو عوضی. سیگماه آه کیدم تو تریاکت شیشه تو گاییدم وای. فکر کنم عضله هدفش تو این حرکت چشماشه، خواهد چشماشو عضله بندی کنه. امو حسن با تشتک نوشابه زد یه هواپیما سقوط کرد. کتاب سیگما درس اول پاراگراف دوم. یه سیگمای واقعی به حرفای بقیه راجع بهش اهمیت نمیده و با قدرت کارشو ادامه میده، مثل همین همون هستن. قبلا فقط موجودات روی زمین رو میکشت، الان پرنده و جهنده از دستش در امان نیستن. سید سیگما نیست یه بار دیگه ببینی. این توهینه به دختر. این دیگه با فمینیست چه فرقی میکنه؟ دیگه اینو تو سیگما نیاری. مد شده از نادرسترین مغز تنبلی که تنها دستاورد بزرگ زندگیش تکون دادن فک ریشه اینجوری با ریدن به دختر رو در آوردن ادای پاتریک بیتمن و یه خورده نادرسترین شعر گفتن در مورد اندرو تیت و نمک بازی و با کلمه
ماتریکس دستاورد بزرگش میشه همین سیگما. ولی اصلا این چیز درستی زولا ادروتیت بعضی صحبتش خیلی خفنه واقعا. من بعدم نمیاد ازش. یه چیزای خیلی خفنی میگه. ولی چیز سمیه کچلم هست، دوستش دارم. طرف تنها دستاورد مهم زندگیش اینه که کونشو با دستمال خوش کرده. بعد میاد میگه از ماتریکس فرار کردم. پیدات کنم ننتو میگم. از ماتریکس بچا اگه میخواین واقعا فرار کنین، کل ویدیوهای کیوتی پایو ببینین. الان من فرار کردم. شما هم جا بعضیاتون فرار کردن. صدا اینو میشنوین؟ ببین. شما صحبت کن دیگه. دایوس. چیو بابا قیدی نمیذاری جاقمونو بزنیم کم توی مانیتورت بره کیرم توی کلاهت بره خود الان ولد زن رو بی تربیت شده بی ناموس. یکم الان صدا اینو میشنوین از ماتریکس جوری فرار کردیم. ولی کل ویدیوهای من رو ببینید، یه چیزای دیگه هم ممکنه مشخص بشه توی ویدیو. دیلو اینو برداشته ناراحتش کرده. فیمینیست سیگما نما. اینا هم البته یه جوری حالت فان دارن. یه چیزایی ازشون دیده بودم. حدیث دارن 100,000 سال پیش مرد. برم برای نهار یه گراز چکار کنم و شمشیرمو توی شکم دشمنان بکنم و از قبیله محافظت. سال 2023 برم قیافمو شبیه عقب مونده و بکنم و جلوی دوربین یکم چونه بازی در بیارم تا این زنه بهم پول بده. واقعا اون مرد قدرتمند قدیمی کجا رفته؟ آخه STV HIU یعنی چی؟ من نمیفهمم. من چی باید تو رو صدا بزنم؟ خود آخه همه هم خارجی شدن. خب بابا تو ایرانی هستی، ایرانی صحبت کن. مریم امیر جلالی. بعضی ها اینستاگرام که میسازن نمیخوان کسی پیداشون کنه. خب بچه های میسازن نه یا نه؟ تنها زنی که میتونه ادیت گیگاچات و پاتریک بیتمن بزنه مریم امیر جلالیه. اونم به خاطر اینکه داداشی خودمونه. الان این یه چیز کم داشت به نظرم. به ادیتورم پارسا بگم الان یه سیبا ازش درست کنه. تماشا کنید ببینید چی درست میکنه ادیتورم. ادیتور عزیزم. آخه STV HIU یعنی چی؟ من نمیفهمم. من چی باید تو رو صدا بزنم؟ آخه همه هم خارجی شدن. بابا تو ایرانی هستی، ایرانی صحبت کن. مشکلشون میشه. بعضی ها اینستاگرام که میسازن نمیخوان کسی پیداشون کنه. خب بچه های میسازن نه یا نه؟ طرف رفت سیر پست آبورنگ نوشته چرا آبورنگ انگار مثل اسکولاس؟ آبورنگ جوابشو داده چون دقیقا جست تو رو در می آوردم. آبورنگ حس بکنم توی گپ تلگرامی کیودی پای زیاد میاد. گپ تلگرامیمون بچه ها لینکش توی دیسکریپشن هست. دوستشین حتما به گپ تلگرامیمون سر بزنید. یه سری گیفایی میذارن، یه سری پیامایی رد و بدل میشه که اصلا انگار واقعا اومدین تو دارک وب. واقعا حواستون باشه چیزای بد نذارین چون ربات یا ادمینا بنتون میکنن. اگه میرین توی گروه حواستون باشه نگین که او کیودی پای تو منو بن کردی. من هیچ کسو بن نمیکنم از تو گروه. ادمینا ممکنه بن کنه، اونم اگه چیزای زشت و بی تربیت اونم مهم بذاری دیگه معلومه گروه به فاک میره. حواستون باشه. رئیس چی بود الان این؟ خونتون صابون نداشتین بعد صابون خریدی صورتتو شستی؟ چی شو؟ آها بذار یه چیزی متن نوشه. من قدیم لطفا نروان بنتو نمیتونه. آها من جدید میخوای بری به سلابا. فقط عکس اون پشت و لوله سیاه بخاری. بچه دقت کنید خودش نگاه کنید میبینید فیلتر با آدم ها چی کار میکنه. قبلش این بود دیگه، اولش این بود دیگه. لوله بخاری ها دقت کنید سیاه تخمی. بعد که فیلتر گذاشت رو خودش لوله بخاری هم جذاب شد. حتی سیگما ها هیچ وقت نباید از فیلتر استفاده کنید. نورش رو اشکال نداره تنظیم کنید، نورش و اینا رو اوکی تنظیم کن. بچه اینو ببینید، اینو ببینید سیق ما سیق ما.
این دف سیگما. حالا من مسخره اینا نمیخوام بکنم، خود منم تو یکی از ویدیوها بذارید سوژه رو نشونتون بدم. کیودی با که این هم مثلا بعد همچی سیگما رو مسخره بکنه، ببین قیافه خدا رو ببین تو یکی از ویدیوها چجوری شده بوده. ویدیو کتک خورده بودم توی اون باشگاه گوش زدی دندون من به پاک رفته بود. قیافه رو نگاه خدا. همین الانش هم دوباره دارم اوکی میکنم برم باشگاه به زودی. اینو میبینم به این پسر امیدوارتر میشم، این جذابتره، سیگ ماش قشنگتره. نه با حال در بیاره، اگه صورتش یه خوره فقط لاغرتر بود جذابتر میشد. دارم قیمه میخورم چی میخورم؟ قیافه پسره کیرم به این زندگی، کیرم واقعا به این زندگی. دریوس اصلا تخمشم نیست، حس بکنم داره حساب میکنه چجوری خورشته با برنج بخوره که دوتش با هم تمام بشه. شاید سیگماه، معلوم نیست، شاید زن گرفته بعد الان جدیدن میخواد بگه که من سیگما شدم دیگه زن نمیخوام. اسم من امیر از آشتایی توشه امیر چرتو برد بگیم من محسام علی بوارسان علی بوارسان بازوشی داشتون نماشه برزش کنم تو هم برزش بکنی. آره به چه چیزی علاقه داری؟ خیلی متعدد چرا من رد کردی؟ برای رستم به من خیلی داشتی تلاش میکردی، در حد نیستی برای تلاش کنم. جدی یه سری از دخترها رو هرچه نگاه میکنی و هرچقدر سالها تحقیق و اکتشاف میکنی نمیتونی بفهمی که چی توی خودشون دیدن که فکر میکنم خیلی جذابن. بعضی از دخترها به لاینگنگی ها بر نخوره، به دختر لاینگنگی بر نخوره، لاینگنگ فوره. دلیل این قضیه هم ساده است، یه مش پسر حبل و نادسری ندیده میرن آتلیسی همچین دخترهای رو بیکنن، بعد توهم داف بودن بهشون دست میده. ببین مثلا سکین سپستون با سیاه و بوی زیر بغل ادعای داف بودنش میشه و در ازای با شما بودن میخواد براش آیفون 13 بخره. باورتون نمیشه؟ اوکی، همین الان به کراش 15-16 سالگیتون فکر کنید، هنوزم به نظرتون خیلی خوشگله؟ رامی رضاییان کیرش از تو خوشگلتره، عکسش در اومده خارپسته. ببخشید این ماشین شما؟ آره سیک کدوم بر گندگوزی هم یه جوره سیگما حساب میشه. الان این دختره چرا دقیقا گفتن آره این ماشین ماست؟ الان این میخورد بهش، طرف بهش میخورد سیگما باشه. حامله شده دار ککه. چیزه سم میدرست بکنید. بخوام الان واکنش اجداد ما رو بهتون نشون بدم که در راه مبارزه با خرس و ببر و تمسا کشته شدن تا نسلشون ادامه پیدا کنه. واکنش اجداد ما در اون دنیا وقتی این ویدیو رو میبینن کسننشون بی ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. نظرتون درباره سیگما شدن چیه؟ قانونی دارین؟ اگه قانونی دارین توی کامنت ها بنویسین، توی دیسکورد منم میتونین جوین بدین، یه قسمت داریم به نام سیگما، میتونین اونجا ویدیوهای سیگماتون رو آپلود کنین اگه با دیسکورد خیلی کار میکنین. اگر هم با تلگرام چیزی یاد میکنین بیاین توی گپ تلگرام یکی بودین، همه جا فالو کنین دیگه. ردیت میم میخواین بذاریم بیاین توی ردیت، هاوستون باشه دیگه، کیودی پای هاوستون باشه بهش. اما تو هم سیگما هستی؟ من خودم خودام. البته تو که خدایی کلا. آره دیگه نمیشه. سرین تو که ولت کن. سیروس چه خبر؟ سیروس مامانت خوبه؟ سیروس مامانت I love my mom. سیروس اینجوری نگو دیگه ناراحت میشم. من با تو نمیخوای بگه I love سیگما، من میخوام سیگما باشم. نمیخوایی چیزی بگی اصلا؟ چرا زرب نمیزنی؟ چیزی بگو بی ناموس. بچه سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله کناریش هم بزنید، کیودی پای سابسکرایب کنید و مشترک چنل یوتیوب کیودی پای بشید، تنها یوتیوبری که به حقش به زودی میرسه. تا ویدیو بعدی بلا پیس.